همراه میشیم با همکارم فرهاد پولادی اینجا در استودیو همراه ما. فرهاد، برای ما میگی توضیحاتی که جان کربی ارائه کرد آیا موضع جدیدیه یا همون موضع قبلی دولت بایدن رو تکرار کرد؟ موضع قبلی دولت بایدن تاکید بر اون بودش، اما از زمان اعتراضات مردمی در ایران بابت قتل مهسا امینی که گفته بودن که دنبال احیای برجام به خاطر وضعیتی که به وجود آمده نخواهند رفت، این توضیحات رو داد. And we've said when it comes to their nuclear ambitions, I mean, clearly, President. وقتی صحبت از جاه طلبی هسته‌ای آنها می شود، رئیس جمهوری بایدن به صراحت گفته است که اجازه نخواهد داد ایران به توانایی سلاح هسته‌ای دست یابد. او ترجیح می دهد که آمریکا بتواند به توافقی برسد از طریق دیپلماسی. در حال حاضر دیپلماسی در آن حوزه روی میز نیست. ما هم اکنون دیپلماسی را برای مقابله با جاه طلبی های هسته‌ای آنها دنبال نمی کنیم. اما این بدان معنا نیست که رئیس جمهوری از تعهد و تلاش خود برای حل این مشکل از طریق دیپلماتیک در صورت امکان دست کشیده است. اما در حال حاضر این محدوده بسی نیست که ما با ایران داریم، به دلایل مختلفی که من به برخی از آنها اشاره کردم. رئیس جمهوری بایدن در حال حاضر گزینه‌های دیگری را در اختیار دارد تا مطمئن شود که ایران مجهز به سلاح هسته‌ای نخواهد شد. خب فرهاد، جان کربی در صحبتهاش به دلایلی اشاره کرد که دولت بایدن دیگه به دنبال احیای برجام نیست. او دقیقا چی گفت؟ خب مطالبی که مطرح کرد بیشتر در رابطه با اقدامات برهم زننده جمهوری اسلامی، البته آمد اینا رو تفکیک کرد، گفت اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه و فرای منطقه. در منطقه مسائلی که اشاره کرد، اون که وضعیتی که سپاه پاسداران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب ایجاد کرده که کشتی‌های و نفتکش‌ها رو میگیره و توقیف میکنه، وضعیت موشک بالستیک جمهوری اسلامی رو اشاره کرد که خب خودمون گزارش داده بودیم تو دو هفته گذشته، همون موشک هایپرسونیک بود و موشک‌های با برد 2000 کیلومتر. مسئله دیگه که بهش اشاره کرد تامین مالیه که جمهوری اسلامی برای گروه‌های نیابتی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داره اشاره کرد، به ویژه در وضعیتی که در شامات هستش، اصطلاحی که استفاده کرد منظور سوریه بود. و فرا منطقه اشاره کرد به کمک یا همکاری نظامی بین جمهوری اسلامی و روسیه، به ویژه اون در تجاوز روسیه در اوکراین، یعنی با ارائه که تحویلی که ایران به پهپادها رو میده، و همچنین این گزارشی که هفته گذشته دو هفته پیش خودش، یعنی خود جان کربی آمد و با رسانه در میون گذاشت و طبقه بندی خارج کرد که جمهوری اسلامی قراره در روسیه کارخانه تولید پهپاد ایجاد کنه. فرهاد، مسئله دیگه ای که بین ایران و آمریکا مطرحه زندانیای دو تابعیتی است، زندانیهای آمریکایی ایرانی تباری که الان در ایران در حبس هستند. با توجه به اینکه تعدادی از اتباع اروپایی در هفته‌های گذشته آزاد شدند، در این باره هم خبری دارید؟ بله، این مسئله یا دیگرانی دیگه ای که آمریکا با جمهوری اسلامی داره بهش اشاره کرد و به نوعی میشه برداشت کرد که تلویحاً گفتش که این قسمت مذاکرات ادامه داره، چون از اول هم آمریکا گفته بودش که اصلا هیچ ربطی به برنامه هسته ایران نداره و این رو پیگیری میکنه و این توضیحاتی که آقای کربی داد. ما با ایرانی ها در باره آمریکایی های بازداشت شده در کشورشان صحبت کردیم و گفتگو را خواهیم داشت و این کار را انجام می دهیم و به این کار ادامه خواهیم داد، زیرا رئیس جمهوری متعهد شده است که آمریکایی های بازداشت شده به ناحق را به کشور ما و بخش خانواده هایشان جایی که به آنها تعلق دارد بازگرداند و بنابراین این بحث ادامه دارد. خب خیلی ممنونم ازت فرهاد بابت توضیحات کامل درباره مواضع کاخ سفید در قبال ایران.